کهندیارا، خاطرات فرح پهلوی، ملکه ایران، قسمت پنجم. هنگامی که نزد عمه عزیزم در زنجان بودم، با جیپ به دیدن دهکده‌های دوردست و یا شرکت در جشن‌ها می‌رفتیم و عمه از این فرصت برای پخش دارو میان خانواده‌های روستایی استفاده می‌کرد. این سفرها مرا با مسائل واقعی جامعه ایران آشنا کرد و نیز با سختی طبیعت این مملکت. برای گذر از رودخانه‌ها و راه‌های باریک کناره دره‌های عمیق، نفس در سینه‌هایمان حبس می‌شد. علاوه بر این میبایست خودمان را از گزند جانوران و خصوصاً حمله گرگ‌ها محافظت کنیم و به همین سبب چند تفنگدار ما را همراهی می‌کردند. روزهای دیگر سوار بر اسب برای گردش و صحبت کردن با دهقانان به روستاها می‌رفتیم. هنگام ظهر همگی روی چمن می‌نشستیم. مردان با چاقوهای خود هندوانه‌ها را قاچ کرده میان ما تقسیم می‌کردند. مردم هنوز با ترس از زمانی یاد می‌کردند که نزدیک بود آذربایجان به دام کمونیست‌ها بیفتد. یک روز که به دیدن طویله قدیمی رفته بودیم، یک روستایی در برابر آخور درنگ کرد. می‌بینی فرح خانم، بر پشت همین اسب بود که محمود خان به جنگ طرفدارای پیشه‌وری رفت. اسبی بود سپید رنگ و سال خورده که اشعه آفتاب بر او می‌تابید. این تصویر زیبا و هیجان آور به خاطر من مانده است. همه این روستاییان علیه کمونیست ها اسلحه به دست گرفته بودند. برای رفتن نزد خانواده مادرم و دایی بزرگم حسین که در گیلان زندگی می کرد، می بایست از سلسله جبال البرز که با ارتفاعی حدود 5610 متر در شمال تهران قرار گرفته است عبور کرد. سپس در منطقه خشک و کوهستانی در طول بستر رودخانه راه پیمود و در آنجا بود که ناگهان جاده به دره سبز و خرم منتهی می شد که تا کناره دریا ادامه داشت. برنجزارها و باغات چای به دنبال هم در یک فضای مرطوب و زیر آسمان سنگین یکی پس از دیگری به چشم می خورد و در تابستان عطر برنج و بوی گل بهار نارنج انسان را سرمست می کرد. برخلاف جنوب البرز که غالباً دچار خشکسالی است، جلگه‌های گیلان همواره سیر از آب باران است. آن حالت افسونزدگی را که با دیدن ناگهانی درختان انجیر، پرتقال، چنار و درخت توت به من دست می‌داد، هنوز به یاد دارم. دایی‌ام در نزدیکی لاهیجان مالک باغ‌های چای بود. چای در قرن گذشته توسط کاشف‌السلطنه از چین به ایران آورده شده بود. نظر به اینکه خروج چای از چین ممنوع بود، وی دانه های چای را در داخل عصای خود مخفی کرده و با خود آورده بود. از همراهی دختر دایی ها و دختر خاله ها برای چیدن برگ های چای لذت می بردم. کارگران بر اساس وزن برگ های چیده شده مزد می گرفتند و ما به کسانی که از دیگران خسته تر بودند در انباشتن برگ های چای در سبد ها کمک می کردیم. مادران جوانی را که راهی جز کار کردن به همراه کودکان خردسالشان نداشتند به خاطر دارم. آنها برای آرام نگه داشتن کودکان مقدار بسیار کمی تریاک به آنها می خوراندند. یک بار ما با وحشت بسیار ناظر به هوش آمدن کودکی بودیم که بر اثر خوردن تریاک مسموم شده بود و مادرش برای بازگرداندن او به زندگی بر سرش آب می پاشید و به گونه هایش سیلی می زد. در اینجا نیز داستان مهاجرت روستاییان را که از ترس تصرف موقت گیلان توسط کمونیست ها صورت گرفته بود برای ما نقل می کردند. این مطلب روشن بود که زندگی دهقانان در نظامی که امتیازات خاص تعداد معدودی از مالکین بود و آنان چیزی به جز نیروی بازوان خود نداشتند امکان پذیر نبود. نوعی اصلاحات ارضی ضروری به نظر می رسید و گفته می شد که پادشاه جوان نیز با آن موافقت دارد. او از همان نخستین سالهای سلطنتش
اراده خود را با قرار دادن قسمتی از املاک خود در اختیار دولت به منظور تقسیم میان دهقانان نشان داد. فکر اصلاحات ارضی به دلهوره و هراس گروهی و با استقبال بی صبرانه گروهی دیگر مواجه شد. در آن زمان گمان نمی بردم که این کار یکی از مهمترین تصمیماتی است که بعد از ازدواجمان توسط پادشاه گرفته خواهد شد. هنوز 10-12 سال بیشتر نداشتم که دانستم مملکت من در تهران و جمعیت آن خلاصه نمی شود و آموختم که چگونه ایرانی شوم. این احساس تعلق به یک سرزمین را شاگردان مدارس در طول صفحات درخشان شاهنامه اثر بزرگترین شاعر ما فردوسی می آموزند. از کودکی فردوسی برای ما مظهر هویت و تفاخر به ایرانیت بود. من از دوران مدرسه به فردوسی علاقه‌مند شده بودم و شاهنامه را به همراهی پسردائیم رضا می خواندم. شاهنامه از حماسه بنیانگذاران ایران، یعنی از 4 سلسله از نخستین پادشاهان سخن می گوید. در این شاهکار ادبیات فارسی که در اواخر قرن 4 هجری به رشته تحریر در آمده، فردوسی جنگ ها و قهرمانی ها را با چنان بیانی قوی ترسیم می کند که پس از 10 قرن همچنان تازگی خود را حفظ کرده است. شاهنامه فردوسی حماسه ملی ایران است و سند معتبر هویت و ملیت ما ایرانیان که در آن پادشاهی 4 سلسله پادشاهی پیشدادیان، کیانیان، اشکانیان و ساسانیان با بیش از 40,000 بیت به نظم آمده است. فردوسی 30 سال عمر خود را صرف اتمام شاهنامه کرد و اثری جاودان به وجود آورد که در 1,000 سال گذشته الهام بخش ایرانیان در دفاع از وطنشان در برابر تجاوز بیگانگان بوده است. خواندن داستان‌های فردوسی در خانه و مدرسه ما را به شور و وجد می‌آورد. از ورای این داستان‌های حماسی شاهنامه است که جوانان ایرانی به هویت کهن خود پی می‌برند. در ایران دوران کودکی من، چنان که در گذشته نیز مرسوم بود، نقالان از دهی به دهی می‌رفتند و اشعار فردوسی را به آواز می‌خواندند. هدف دیگر شاهنامه آموزش سیاسی و اخلاقی پادشاهان است. چون شاهنامه را سرودی، آن را به شاهان تقدیم کن. زیرا از نظر فردوسی عظمت ایران پیوندی نزدیک با استمرار سلطنت دارد. با اشاره به همین موضوع است که در زمان ازدواج من در تهران تدریس می شد و گفته می شد سرنوشت ایران با شاهنامه فردوسی پیوندی عمیق دارد و اضافه می شد طی قرنها ما شاهد پدید آمدن سلسله های جدیدی هستیم و هر یک از این پادشاهان استقلال را به این کشور برمی گردانند. زبان فارسی را ترویج می دهند و دیگر بار به غنای تمدن جهانی می افزایند. گزافه‌گویی نیست اگر تأیید کنیم که منشأ این نوزایی های پیاپی شاهنامه فردوسی است که داستان پادشاهان بزرگ را باز گفته است. برای ایرانیانی که در سالهای 1330-40 زندگی می کردند، وجود سلسله پهلوی که از سال 1304 جانشین سلسله قاجار شده بود، با منطق جانشینی سلسله‌ها در شاهنامه تطبیق داشت. هنگامی که رضا شاه به تصمیم مجلس مؤسسان به سلطنت رسید، ایران کشوری قرون وسطایی و بی صاحب بود. احمد شاه، آخرین پادشاه قاجار، فقط بر شهر تهران حکم روایی می کرد. مملکت در اختیار رؤسای قبایل و بزرگ مالکان بود و در مملکت تنها قانون زور حکومت می کرد. مهمترین منابع زیرزمینی و نیز خدمات عمده مملکتی در دست خارجیان بود، چنانکه انگلیس عملاً بخش جنوبی استان خوزستان و منابع عظیم نفتی آن را از ایران جدا کرده و به شیخ خزعل حکمران دست نشانده خود در آن منطقه سپرده بود. ارتش ما در شمال تحت نظر افسران روسی و در جنوب زیر نظر افسران انگلیسی بود. بلژیکی ها گمرک ما را اداره می کردند و سوئدی ها ژاندارمری مملکت را. ایران در آن زمان یکی از فقیرترین ممالک جهان به شمار می رفت. امید به زندگی 30 سال بود و میزان مرگ و میر کودکان یکی از بالاترین میزان ها در جهان.
از هر 100 نفر مرد یکی باسواد بود و زنان هیچ گونه حقی حتی برای مدرسه رفتن نداشتند و بالاخره برخلاف همسایه‌های بزرگمان یعنی هند و امپراتوری عثمانی، ایران نه راه قابل عبور داشت و نه راهن، نه برق و نه تلفن. پس از 1/4 قرن ایرانی که من کشف کردم دارای تعداد قابل توجهی مدرسه، دانشگاه و بیمارستان بود. هرچند تمام راه‌ها هنوز آسفالت نشده بود، اما لااقل وجود داشت و بالاخره راهن سراسری که دریای خزر را به خلیج فارس متصل می‌کرد. بدیهی است که کار آبادانی به پایان نرسیده بود، ولی در نظر نسل پدران ما که شاهد این پیشرفت‌ها بودند، رضا شاه همان کاری را برای ایران کرد که کمال آتاتورک برای کشور ترکیه انجام داد. یک انقلاب صنعتی و فرهنگی به نور خونریزی. چگونه میتوان قدر شناس نبود و ما کودکان که از فردوسی ستایش پادشاهان روشنفکر را آموخته بودیم چگونه میتوانستیم در این سلسله جوان پهلوی نشانی از نوزایی پیشگویی شده توسط شاعر را نیابیم؟ ما اشعار فردوسی و نیز شاعران دیگر را حفظ میکردیم. ایرانیان از قدیم دلبستگی خاصی به شعر نشان می‌دادند و به همین جهت نثر نویسان در میراث فرهنگی ما جای کمتری دارند. ما در مدرسه خصوصاً با آثار شعرای بزرگ آشنا می‌شویم. اگر در اینجا از علاقه خود به شعر می‌گویم، به خاطر آن است که شعرا در زندگی روزانه من چه در مدرسه و چه در خانه همواره نقش عمده‌ای داشتند. یکی از سرگرمی‌های مورد علاقه من و پسرداییم رضا و خیشان او و بسیاری از خانواده‌های ایرانی مشاعره بود. مادر و داییم مرا با آثار حافظ آشنا کردند و بعدها که ملکه ایران شدم و به مزار او حافظیه می‌رفتم، من نیز مانند دیگر زائران در لطافت هوای شیراز همان گونه که نیت شاعر بود، غم را از یاد برده و به شادی‌های زندگی می‌اندیشیدم. بر سر تربت من با می و مطرب بنشین تا به بویت ز لحد رقص کنان برخیزم. حافظ برای ما شاعر و انسانی وارسته و بلند نظر و خارق‌العاده است. هرگاه در نهایت پریشانی و آشفتگی انتخاب راه درست برای ما دشوار باشد، دیوان حافظ را باز کرده و از او مدد می جوییم و او که صاحب همه اسرار نهان است، همواره پاسخی برای ما دارد و به ما امید می دهد و در دوره‌های سخت زندگی یار و یاور ماست. در بیابان گر به شوق کعبه خواهی زد قدم، سرزنش ها گر کند خار مغیلان غم مخور. مادرم با شعر زندگی می کرد و برای هر یک از وقایع زندگی شعری آماده داشت که با خواندن آن چهرهش می شکفت. شادی من در این هنگام پاسخ به شعر او بود با شعری دیگر. این کار برای ما فقط یک بازی نبود، بلکه نوعی قبول این مطلب که ما در این جهان در گذریم و از فرزانگان و متفکرین خود پیروی می‌کنیم. من همچنین سعدی شیرازی، مولوی، عمر خیام و شعرای معاصر فروغ فرخزاد، نادر نادرپور، فریدون مشیری و سهراب سپهری را دوست دارم. با گذشت زمان در گذشت پدرم غمی بود که در نهان ما نهفته شد و زندگی روزانه را با اندوه کمتری از سر گرفتیم. ما با خیشان نزدیک خود رفت و آمد بسیار داشتیم و من گاه دوستان مدرسه را به خانه می آوردم و این کار بر غنای زندگی خانوادگی ما که به روابط دوستانه بین من و رضا محدود شده بود می افزود. من دوستان دختر بسیار داشتم و اصولاً با بچه ها راحت کنار می آمدم و از محبت سرشار اطرافیانم بهره مند می شدم. این محبت زیاد مرا به تعجب واداشته بود. چرا؟ خود را از دیگران جذابتر و تیز هوشتر نمی دیدم. به زودی این فکر در ذهنم خطور کرد که شاید علت این که اطرافیانم به من محبت می کنند جذابیت خاص من نیست، بلکه به خاطر این است که پدرم را از دست دادم و مهربانی آنها از سر ترحم است. ماه‌ها این مسئله مرا رنج می‌داد. در درون خود میان وسوسه قبول محبت اطرافیان و
و شک در صداقت رفتار آنها سرگردان بودم. پس از چندی این حالت از میان رفت، اما نوعی شک و تردید درباره تعارفات دیگران در من ایجاد شد و به همین جهت پس از اینکه ملکه ایران شدم همواره از چاپلوسان و متملقین دوری جستم. من به ندرت تعارفات مردم را جدی می گرفتم، هرچند که بعضی از اوقات فریب خوردم، ولی فکر می کنم که این موضوع به من کمک کرد تا واقع بین باشم. تملق و عدم صداقت به نظر من توهینی نیست به شعور انسان و نوعی فریب. من در این موارد واکنشی نشان نمی دهم، ولی از این کار دل آزرده می شدم. از هزاران سال پیش جشن‌های ایرانی شادی و سرور به همراه خود می آورد. فرا رسیدن نوروز، مهمترین عید ایرانیان، افراد خانواده ما را به دور هم جمع می کرد. نوروز را در خانه جشن می گرفتیم و این فرصتی بود برای ابراز محبت و صمیمیت میان والدین و فرزندان. از آنجا که این روز نشانی از تجدید حیات است، ما از دو هفته قبل از عید خانه تکانی مفصلی می کردیم و خانه برای آغاز سال جدید گردگیری می شد. به حمام می رفتیم و جامعه نو برتن می کردیم. همین که خانه کاملا پاکیزه می شد، مراسم طولانی شیرینی پزان آغاز می گشت. برای این کار نزد خاله امجد می رفتیم، زیرا آشپزی زبردست داشت و ما برای کمک به او در زیر زمین بزرگ خانه جمع می شدیم. این کار روزها به طول می انجامید و بالاخره شب قبل از عید سفره هفت سین را می چیدیم. تخم مرغ به نشانه باروری، سیر برای تندرستی، سیب برای زیبایی، سکه طلا برای رونق کار، شمع و آینه برای روشنایی، سبزه برای تجدید حیات، نارنجی در کاسه آب به نشانه بقای زمین، برگی از درخت به نشانه زندگی کوتاه انسان بر زمین، سنبل، سمنو، سماق، سرکه، سنجد و بالاخره قرآن برای ایرانیان مسلمان. هنگام تحویل سال، همه خانواده به دور میز هفت سین جمع شده، سالی خوش برای یکدیگر آرزو می کردیم. یکدیگر را می بوسیدیم و به هم تبریک می گفتیم. بزرگترها معمولاً سکه یا اسکناس نوعی به عنوان عیدی به بچه ها می دادند. در این روز همه جا جشن و سرور برپا بود. نخست می بایست به دیدن مسن‌ترین فرد خانواده می رفتیم. سپس نوبت به دیگر اقوام و دوستان می رسید، به طوری که خیابانها مملو از مردمی می شد که با شادی به این سوی آن سوی می رفتند و هدیه و شیرینی به یکدیگر تعارف می کردند.